به نام خدا، سروش هادیان هستم از گروه Learn Files. با آموزش دانلود فایل های تورنت در خدمتتونم. خب من قبل اینکه بخوام کار خودم رو شروع کنم، بهتره مقدمه در مورد تورنت که اصلا چیه از واسهتون بگم. تورنت بزرگترین شبکه اشتراک گذاری فایل بین کاربران در سراسر دنیاست که با استفاده از تورنت ما میتونیم هر چیزی که فکر کنید راحت دانلود کنیم. حالا مثلا میتونیم فیلم دانلود کنیم، نرم افزار، عکس یا چیزهای دیگه. در واقع تورنت به درد کاری میخوره که مثلا فرض کنید شما دنبال یک فیلم، دنبال یک نرم افزار یا مثلا سریالی چیزی میگردید که مال چند سال پیشه و الان دیگه مثلا لینک مستقیم یا لینک درست حسابی در واقع برای دانلود از اون نیست تو اینترنت، خیلی از لینک‌هاش پاک شدن یا چیزای دیگه. ولی تو تورنت همه این چیزها گیر میاد، یعنی در واقع با یه دونه لینک مستقیم که با استفاده از نرم افزار تورنت بهتون میده میتونید راحت دانلود کنید. خب بستگی به یه سری از چیزها هم داره که من حالا در ادامه ویدیو بهتون نشون میدم. پس تورنت در واقع مثل یک پروتکل میمونه که در واقع ارتباط دو به دو بین کاربران که به یکدیگر وصل میشن و به ارسال و دریافت قسمتی از یک فایل میپردازن. یعنی مثلا ما الان با دانلود منیجرهایی که فایل های معمولی دانلود میکنیم فقط کارمون دانلود کردن، هیچ آپلودی انجام نمیدیم. ولی تو تورنت برعکسه، تو تورنت هم اون موقع که داریم دانلود میکنیم در همون قسمت هم برای بقیه آپلود میکنیم. اگه شما ویکیپدیا بیت تورنت هم سرچ کنید، به فارسی هم از مقالش یه سری نکاتی گفته و یک مثال خیلی جالبی هم در مورد همین تورنت زده که میتونید شما راحت توی ویکی‌پدیا در مورد اصطلاحاتشون یا کلن تورنت چی هست تا بخونید. یک مثال خیلی جالبی هم اینجا زده که میتونید برید مطالعه کنید. خب حالا من قصدم بیشتر اینه که چجوری فایل تورنت گیر بیاریم و چجوری در واقع اینا دانلود کنیم بود توی ویدیو. برای اینکه کار دانلود رو شروع کنیم اول باید دانلود منیجر تورنت رو داشته باشیم. خب دانلود منیجر تورنت اکثرا فری هستن و خیلی حجم کمی دارن. برای دانلودشون هم میتونید مثلا سایت اصلی خودشون مثلا مثل سایت بیت تورنت که نرم افزار بیت تورنت بهتون میده برای دانلود استفاده کنید، یا مثلا سایت دیگه‌ای که هست سایت یو تورنت یا میکرو تورنت در واقع هست که اونم یه دانلود منیجر تورنت که میتونید نسخه اونا مستقیم از سایت نسخه فریش رو دانلود کنید، یا خب توی سایت ایرانی هم سرچ کنید مثلا مثل صاف 98 الان من بهتون نشون میدم. دانلود منیجر خیلی مختلف و زیادی هستن برای تورنت. همون دقت کن الان کل این دانلود منیجرهای تورنت ها بر من اومد، برای نشون داد میکرو تورنت مثلا کیوب، بیت تورنت یا خود بیت تورنت یا دانلود منیجرهای دیگه که از تورنت ساپورت میکنم. خب من اینجا از بیت تورنت استفاده میکنم که حجم حدود 1 میگا خورده هم بیشتر نداره. وقتی نصبش هم خیلی ساده است، هیچ کرکی هم نداره نسخه فریش. وقتی نصب کنیم چه این صفحه واسه ما نمایش داده میشه. خب حالا فایل تورنت تا چجوری گیر بیارید؟ برای اینکه فایل تورنت پیدا کنید میتونید راحت توی گوگل یه سرچ بزنید، مثلا تورنت سایت یا تورنت فایل. کلی واسه تون سایت های مختلف برای دانلود فایل تورنت میاره. مثلا حالا من چند تا از معروف ترینشون اینجا نوشتم که خیلی راحت میشه ازشون دانلود کرد. یه نکته هم بگم این که اکثر فایل های تورنت یعنی سایتشون فیلتره، بهتره از فیلتر شکن استفاده کنید وقتی میخواید
فایل تورنت دانلود کنید. فایل تورنت هم که میخواید در واقع دانلود کنید، حالا بهتون نشونم، خیلی حجم خیلی خیلی کمی داره، در حد کیلوبایت فایل اولیه. خب من الان مثلا میخوام یه دونه سریال، یه قسمت سریالی که چند روز پیش پخش شده دانلود کنم. برای سریال من از این سایت استفاده میکنم. خب میبینید که یک چنین سایت واسه من باز شد و چنین فایل هایی که با تاریخ اد اونا اینجا مشخص شده و یه سری اطلاعات دیگه که میتونیم با کلیک کردن روی هر کدوم از اینا مشاهده کنیم. مثلا من میخوام Criminal Minds دانلود کنم. به این کلیک میکنم، میبینید که مثلا در مورد این فایل توضیحات اینجا داده، حجم این فایل، تاریخ ریلیزش یا هم اد کردنش و چیزهای دیگه. برای دانلودش هم روی یکی از این لینک ها باید کلیک کنم. من رو همین اولی کلیک میکنم و میبینید که یه دونه فایل دات تورنت برای من میاره که حجم 33 کیلوبایت هم بیشتر نداره. پسوند فایل تورنت دات تورنت در واقع. من اینا سیو میکنم یا میتونم مستقیما روی بیت تورنت هم اجرا کنم. حالا من اول سیو میکنم و اوکی میکنم. دقت کنید تو همین صفحه اولش هم، یعنی صفحه قبلم، من میتونستم راحت اینجا بزنم روی دانلود. حالا اگه بخوام اطلاعات اضافه تر پیدا ببینم میتونم اول روی این کلیک کنم بعد اونجا واسه دانلود بزنم. خب من چنین فایلی رو دانلود کردم. الان دقت کنید یک چنین فایلی واسه من دانلود شد که با پسوند دات تورنت. خب من کافیه رو همین یا دبل کلیک کنم یا بیت تورنت خودم رو اجرا کنم و از قسمت اد تورنت این فایل رو اد کنم. خب من وقتی اد بزنم یه چنین یک آپشنایی در واقع برام میاد که میخواد کجا مثلا این فایل سیو بشه و اسم فایل و مثلا سایز، دیت و چیزهای دیگه. خب و این هم محتویات این تورنت منه که 836 مگه و خب چنین فایلیه. من روی این اوکی کنم، دقت کنید که یکم طول میکشه، سری میره برای دانلود. خب اینجا یه سری اطلاعات به من میده، میگه که این چیزی که تورنتی که دارم دانلود میکنم محتویاتش چنین فایلیه، مثلا 0% هنوز دانلود شده. این فایلی که من میده مثلا میگه 1 مگه حالا دانلود شده، سرعتم اینه که اینجا مشخصه و سرعت آپلود هم انقدره و خب ریمینینگ و چیزهای دیگه. تو اینجا پیرزایی که هستن، در واقع کسایی که دارن دانلود میکنن و ببینید که سرعت دانلود اونا فایده دارن دانلود میکنن و حالا گاهی هم آپلود رو اینجا برای ما نشون میده. ببینید که از حالا یکم اینجا هم سرپ میبره، مثلا پرچم کشور هم زده که مثلا از کدوم کشور این شخص داره مثلا چه این فایلی ها دانلود میکنه. خب این هم که ریتینگشه و یه سری اطلاعات دیگه. خب من روی این فایل تورنت که میخواید دانلود کنید بهتر روی این کلیک راست بزنید، این بندویت الوکیشن بذارید روی های، یعنی تا نهایت حد اکثر استفاده از پهنای باند رو بکنید. توی این قسمت یه دونه گزینه دیگه داره، گزینه set download limit و set upload limit. خب set download limit که مشخصه سرعت دانلودتون رو میتونید محدود کنید به اینا یا آن لیمیت بذارید، یعنی هر چی تونست پهنای باند بره بالا بتونه اون در واقع فایلتون دانلود که با نهایت سرعت در واقع. سرعت آپلودتون هم همینطور، میتونید سرعت آپلودتون هم کم یا زیاد کنید. دقت کنم مثلا من دارم فایل با چنین سرعتی دانلود میکنم و با چنین سرعتی آپلود میکنم. همونطور که اون اول ویدیو هم گفتم توی تورنت هم ما که داریم دانلود میکنیم داریم برای بقیه هم آپلود میکنیم. خب این مثلا از این فایل. یه چیزی هم که از سرعت دانلود فایل های تورنت بعد بستگی داره که مثلا حالا اون جایی که ازش اینترنت میگیرید، شما پورت های تورنت ها اگه بسته باشه امکان داره که سرعت دانلود فایل تورنتتون خیلی پایین باشه و خب به یه سری چیزهای دیگه بستگی داره که الان من یه فایل دیگه که میخوام دانلود کنم از یه سایت دیگه بهتون میگم. خب من این نایل هست استوب کنم و حذف کنم فایل ها. وقتی هم دانلود شد این قسمت قشن 100% میشه، این درصدی که اینجا هست و در
هم قسمت دانلود، این فایلی که الان نوشته 800 مگ کامل دان میشه در واقع. الان مثلا 1% رفته، فقط در همین 1% شاید برام اجرا بشه من نشون بده. وقتی هم فایل تورنتتون دانلود شد، بهتره این فایلی که اینجا هست رو در واقع ریموف کنید. حتی خب یک کار میتونید در واقع انسان دوستانه انجام بدید، یکم بذارید این فایلتون باشه که بقیه هم از آپلود شما استفاده کنن. یعنی در واقع شما وقتی که دانلود کردید، دانلود کامل شده، دارید آپلود میکنید این فایل ها دیگه کامل، و میتونید یه امتیاز باشه واسه بقیه که دارن آپلود میکنن. ولی خب در حقیقت میتونید ریموف کنید اگه اینترنتتون محدوده و خب کار خودتون راحت کنید. خب من الان میخوام از یه سایت دیگه یه فایل دیگه دانلود کنم. این سایت که الان من میخوام استفاده کنم اینه که بیشتر برای فیلم و سریال و خب چیزهای دیگه هم پیدا میشه. ولی خب دقت کنید الان فیلتره. من فیلترشکن خودم رو وصل میکنم. خب توی سرچ اون، خب حالا اینجا هم گزینه‌های دیگه داره که میتونیم انتخاب کنیم. بعد توی سرچ اون مثلا میزنم نیوسین. خب من این فیلمو میخوام دانلود کنم، یکم صبر. خب اون چه این صفحه برام باز شد و خب ریلیز های مختلف این فیلم، مثلا کیفیت های 720p DVD9 یا HDRIP و 1080 با سایز های مختلف که اینجا زده واسه ما نشون میده. خب اینجا یه چیزی به نام SELE هست. این SELE سرعت اون به اینه خیلی بستگی داره. SE اول یعنی مخفف سیده. سید در واقع اون کامپیوتریه که کپی این فایلی که ما میخواییم دانلود کنیم و داره و برای دیگران داره این فایل ها به اشتراک میذاره. همونجور که گفتم وقتی شما مثلا دانلودتون کامل شد یکم صبر کنید، به عنوان یه دونه سید در واقع اون موقع شناخته میشه. یعنی این فایل شما دارید و دارید آپلود میکنید برای بقیه. این تعداد سیدی هم که اینجا هست، یعنی در واقع کسایی هم که این فایل دارن و دارن برای بقیه آپلود میکنن. خیلی بچهای خوبی هستن در واقع. هرچین تعداد سیدی که اینجا هست، یعنی شمارش بیشتر باشه، سرعت دانلود هم بیشتره. نقطه مقابل اونا LE یا لیچ در واقع. کسایی هم که بیشتر به جای آپلود دارن اون کار دانلود، به جای آپلود دارن دانلود میکنن اون فایل و در واقع تأثیر منفی دارن روی شبکه میذارن. خب سرعت آپلودش اونا مثلا کمه ولی سرعت دانلود اونا زیاده. به خاطر همین سرعت دانلود ها بکم کارش میدن. خب هرچی که سید بیشتر باشه و لیچ کمتر، سرعت دانلود اون فایلمون خیلی بهتر و بیشتره. من حالا اینجا بستگی به حالا چیزی که میخوام دانلود کنم یا در اون موقع شما میخواید دانلود کنید، ریلیز خودم انتخاب میکنم و سعی میکنم توی ریلیزی که انتخاب میکنم بهترین سید و لیچرز در واقع لیچر ببینم و انتخاب کنم. مثلا من این فایل که لیچای 386 نفر و 27 هم سید 386 و 27 لیچ داره، به این کلیک میکنم. خب ببینید که این هم یه سری از مشخصات در مورد فایل داده و تو اینجا نظرات حتی کاربران هم ببینید. خب برای دانلود این فایل من روی Get This Torrent کلیک میکنم. میبینید که سریع به جای اینکه این بار بنویسه Save Torrent و Open در واقع به ما گزینه بده، سریع میگه که لانچ کنم با اپلیکیشن BitTorrent خودم. من اوکی میکنم و اینجا هم حالا این نیومده به خاطر فیلترش کنم. من یه لحظه اوکی میکنم اینجا را. خب اینا استوب میکنم، فیلترش کردن خودم رو دیگه قطع میکنم و خب این فایل اینجا رو من الان استارت میکنم.
اکسپندیدش هم میذارم روی های. خب این که یکم طول کشید ولی خب سریع رفت برای دانلود و آپلود. سرعت دانلود و آپلود الان میبینید که نوسان داره، به خاطر اینه که اون در واقع پورت های تورنت یکم توی ایران اونجوری که شاید باید و شاید راحت در دسترس نیستن. امکانش هست شما مثلا اینترنتتون سرعتش پایین باشه ولی پورت تورنتتون باز باشن، یک سرعت خیلی خیلی زیادتر نسبت به دانلود معمولی از تورنت بگیرید. خب اینم برای اینکه فایل ها دانلود کنید که الان من روی این کلیک کنم به یکم دیگه سب کنیم یکم دیگه دانلود بشه از فایل. قشنگ اینجا اینفو فایل زمن رو برای من میاره. خب پس اینم از چگونه یه دانلود فایل های تورنت. اگه شبکتون در واقع خوب باشه، اون سرویس دهنده که به تو اینترنت میده، این سرعت دانلودی که از تورنت میگیرید هم میتونه بیشتر از اون سرعت دانلود معمولیتون باشه، هم میتونه در حد اون باشه. و خب حالا توی همین برنامه بی تورنت هم میتونید از گزینه آپشن مثل دانلود منیجر دیگه که بعد از دانلود این فایل تو چیکار کنم انتخاب کنید. خب این چیزا خیلی راحتن، یعنی در واقع گزینه‌های خیلی مشخص و واضحی در واقع دارم. خب من اینو استاپ میکنم و ریموف میکنم. یه نکته هم بگم، این که فایل های تورنت هرچی جدیدتر باشن، هرچی بروزتر باشن و سید اونا بالاتر باشه، سرعت خیلی بهتری به ما میدن و کیفیت اون فایل خیلی بیشتره و در واقع معتبرتره. خب اینم از دانلود فایل های تورنت. پس اول ما فقط کافیه یک جستجو توی سایت های تورنت مثل اینا بزنیم، فایل چند کیلوبایتی تورنت خودمون که با پسوند دات تورنت ها دانلود کنیم مثل این فایل، و بعد با دانلود منیجر تورنت اونا رو ران کنیم و اوکی کنیم. اینم از آموزش دانلود فایل های تورنت. خسته نباشید، منتظر نظراتتون، انتقاداتتون و پیشنهاداتتون در مورد این ویدیو هستم.